در این مورد همراه هستیم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. سلام و شب شما بخیر. آقای جاوید، با توجه به تهدید 4 کشور جهان به پیگیری قانونی علیه طالبان در دادگاه لاهه به دلیل تبعیض جنسیتی، فکر میکنید این فشارهای بین المللی تا چه حد میتواند در تغییر رفتار طالبان نسبت به حقوق زنان و دختران افغانستان مؤثر باشد؟ با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما. خب قبل از همه میگم که همچین اقدامی که از طرف 4 کشور صورت گرفته تقدیر بکنیم و ای هم معتقد هستیم که نتیجه تلاش ها مبارزه بسیار همگی افغان ها در خارج از افغانستان بودن که خب جامعه جهانی رو به یک نوع تحت فشار گذاشته که با طالبان همکاری نکنه و مبارزه زنای در حاکی علیه مثلا برخورده یک طالب برای زنان، مبارزه زنان نتیجه مبارزه زنان است و ما ایره بخاره نیک میگیریم. منتها به نظر از ما نمیتونیم از یک گروه متحجر که اینا بخاطر بعضی از پروژه های بخصوص افغانستان هم در توقع داشته باشیم که اینا تغییر بکنه و باید تیز 6 ماه برای خانوم ها یعنی سیاست هایش تغییر بکنه. اصلا طالب یک گروه متحجر است که با در مدارس دیوبندی اونجا آموزش دیده و برداشت از اونا از اسلام، از دین، از مذهب همی است که باید خانوم ها را حذف بکنه جامعه و اینا حضور در جامعه نداشته باشد. خب از یک طرف 4 کشوری که اقدام کرده خب اینا باید در مقابل اقدامی که دیگرشان بسیار استوار باشن و پیگیری کنن و تلاش بکنه که کشورهای بیشتر در این عرصه همراهی از اینا همسو شود تا بیتن طالبان را پاسخ دور بسازن. و من متقیر است که در صورتی که جامعه جهانی همچون یک تلاش بکنه نتیجه میده و طالب را نباید به اصلاح از اینا مثلا گام برداره، بلکه برای نابودی طالبان اینا باید گام برداره و یا حداقل یک حکومت همه شما که در اونجا طالب نتانم از دین خود را مسلم کنید باید روی همچون یک موضوع دین را باید تمرکز بکنید. از طرف دیگه ما متوجه ازی هست قضیه که مثلا باید کشورها را با طالب ها کمک کده را آورسته و یک تناقض بین کشورها هست و فکر که حال وقتش است که تمام کشورهای منطقه و جامعه بین الملل هم همسو باشه را ازی که طالب ها پا در مقابل نسایل هزاره و در مقابل کشتار شیعه در افغانستان پاسخ رو بسید. بله، متشکرم که با ما بودید. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت.